بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز، هر کجا هستید انشاءالله در پناه حضرت منان باشید و در صحت و سلامت. به محضر وجود نازنین با قیمت و با ارزش امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه و شریف عرض سلام و عرض تسلیت دارم. ایام سوگواری و اسارت عمه جانشون رو و این خانواده‌ای که در غم و غربت و در مظلومیت بانگ برگشت به کربلا رو دارن، حالا بر بنا به روایتی که دوستانی که اربعین اول رو قبول میکنن، و امیدواریم که در برنامه امشب هم بتوانیم با موضوع جدید و با مهمان گرانقدری که در خدمتشون هستیم مبحث دیگری رو آغاز بکنیم و تقدیم شما خوبان بکنیم. اجازه بدید یک فاصله کوتاه و برگردیم با یکی دیگر از دوستان خوب اهل بیت و مهمان گرانقدر امشب همراه بشیم. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه کافه پرسش. از امشب قرار خدمت سید بزرگوار سلاله پاک حضرت زهرا جناب آقای حجت الاسلام سید حسن سبزواری باشیم با موضوع نقش اهل ایمان در زمان غیبت با نگاه به جریان کربلا. خیلی مقدمه چینی نمی‌کنم، اجازه بدید محضر سید بزرگوارمون عرض سلام و ادب و احترام داشته باشیم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. خیلی خوش آمدید. اجرکم الله خیرا. سلمکم الله عزنا و اجورنا و اجورکم. سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. چه گویم از غم هجر تو، سخت بیمارم، بیا و رحم نما خود به حالت زارم. قسم به جان عزیزت ز زندگی سیرم، بدون وصل تو از هر چه هست بیزارم. یبن الحسن رسد رسد اگرانی به دامنت دستم، دگر دگر من از آن دست بر نمی دارم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سید بزرگوار و شخصی که دغدغه‌مندی نسبت به حوزه فرهنگی و اعتقادی و بحث کیان ولایت اهل بیت علیهم السلام، و همچنین خدمت تمام بینندگان و کسانی که در این عالم خاکی و در این خیمه سید الشهدایی که این خیمه رو پروردگار متعال از ابتداء ماه محرم برپا می‌کنم، و خوشا به حال کسانی که در زیر این خیمه و در سایه سار عرش الهی با پرچم ابی عبدالله الحسین خدمتی می‌کنند به هر نحوی. انشاءالله بحثی که خدمت تمام بینندگان داریم اینه که نقش اهل ایمان نسبت به وجود مقدس امام زمان علیه السلام با روی کرده به کربلا، و یک نگاهی بیندازیم در 14 قرن پیش نگاهی بکنیم. واقعا وقتی که یک نگاه تاریخی میکنیم میبینیم که سرزمین کربلا در یک بازه تاریخی بسیار کوتاه سرزمین شگفتی هاست، احسن. به طوری که واقعا جای تعجب کسانی که به ظاهر مسلمان بودن، میبینیم که به تعبیر امام باقر علیه السلام میفرماین کلون یتقرب الالله به دم الحسین. چه شد که اینها مسلمان هایی بودن که فاصله شون با پیغمبر 50 سال بیشتر نبوده، نصف قرن. خیلی از افرادی که در کربلا حضور داشتن اینها دیده بودن بر روی شانه پیغمبر سید الشهدا علیه السلام. چه شد که کار به اینجا رسید که فرهنگشون اونچنان معکوس شد که برای تقرب به سوی خدا اومدن دست خودشون رو آغشته کردن به خون ابی عبدالله الحسین. این بحثی که حالا انتخاب کردم صرفاً به عنوان یه واکاوی تاریخی نیست، ببینیم در کربلا چه گذشته. ما امروز این بحث رو میخواییم کاربردی در نظر بگیریم، یک رویکرد کاربردی.
امروزه ما خودمون رو در صحنه کربلای دیگر ببینیم، در مقابل حجت خدا امام زمانمون وجود مقدس حضرت بقیت الله فی الارضین، که اگر ما اون زمان بودیم چه می کردیم؟ چون خیلی از سوالاتی که جوان ها می پرسن میگن آقا ما اگر اونجا بودیم چه حالتی داشتیم؟ میگیم دقیقا همین سوال الان بالفعل برای من و شما صادقه. من های سوال در زیاراتم همین رو میگیم، یا لیتنا کن نامک. آره. واقعا چه وظیفه‌ای داریم؟ اگر اون زمان یه مقدار بیشتر تفصیل بدم، یه مقدار اگر دقت کنیم، اون زمان خوب افرادی بودن آمدن، شمشیرها کشیدن، نیزه ها آماده کردن، تیرهایی از کوفه و کوفیان آماده کرده بودن، به اقراض مختلفی آمدن اونجا. اما امروز ما میبینیم افرادی هستن با قلمهای مسموم. حالا اونجا نوع تیر عوض شده، اونجا شمشیر بود، الان قلمه. بله. اون زمان خیلی از حرفها و نسبتها رو به سید شهدا میدادن، امروز هم با زبان افراد زیادی هستن در مقابل حجت خدا ایستادن. لذا پس بیم این دغدغه رو داشته باشیم که امروزم این صحنه برپاست. امروزم ما در یک نبردی هستیم که یک طرف خیمه سبز آقا امام زمان علیه السلام و دیگر خیمه آتشین دشمنان اهل بیت. واقعا تفکر کنیم، همون تفکری که جناب حر ابن یزید ریاحی کرد. من بارها شده به دوستان گفتم که جناب حر رو یه فرد معمولی نگیریم، یک شخص سرشناس، یک شخصی که مورد اعتماد و وثوق ابن زیاده، یک شخصیتی که افراد زیادی، هزار نفر اسب سوار و اهل لشکر همه در زیر دست او هستند، سمت داره، مقام داره. اما وقتی که میاد در مقابل ابی عبدالله الحسین میسته در اون بهبوهه کربلا و عاشورا و دیدن که بدنش داره میلرزه، گفتن حر اگر از ما سوال میکردن که یکی از شجاعان عرب رو نام ببر، تمام انگشت‌ها و ایماها به سوی تو بود، چه شده بدنت میلرزه؟ جوابی که داده، این جواب برای من و شما واقعا امروزه بسیار کارگر و به قول معروف خیلی باید بیشتر توجه داشته باشیم. اون که گفت خودم رو ما بین جهنم و بهشت میبینم، یک طرف خیمه یه سبز حسین و فرجامش بهشت برین، و یک طرف دارم میبینم شعله های آتشین، اگرچه توش پست هست، مقام هست، پول هست، وعده ها هست، ظواهری که آقا امیرالمومنین میفهمند و خدعتن دنیا بخورد. احسن، همین. یه مقداری پس بیان بررسی بکنیم این قضیه رو، چه عواملی باعث شد؟ اینا مسلمان بودن، اهل نماز بودن، اهل روزه بودن، و در زیارت عاشورا میگیم یوم تبرکت بهی بنو امیه، لذا به عنوان یوم تبرک روزه میگرفتن، و امروز هم همین برنامه رو دارن، این رسم رو دارن، که در روایات اهل بیت و همچنین فقها ما بر اساس روایات اهل بیت حکم به کراهت روزه و صیام در روز عاشورا دادن. چه شد؟ اینا که اهل نماز و روزه بودن، اهل زکات بودن، قرآن میخوندن. جالبه که بینندگان محترم بدونن بعد از قضیه عاشورا افرادی از لشکر عمر سعد 4 مسجد به شکرانه قتل ابی عبدالله الحسین ساختن. باورمون میشه؟ چطور میشه فرهنگ اینقدر عوض بشه که همون مشرک منافقینی که در زمان رسول خدا بودن و اینها مسجد زرار ساختن، اینها بله دارن مسجد میسازن، مثلا یکی از این شبس ابن ربعیه. من تقاضا میکنم یه مقدار تاریخ بخونیم، نگاه به تاریخ، نگاه به تاریخ خیلی از روزنه های فکری ما رو روشن میکنه و وظیفه و عمل کرده ما رو نسبت به حجت خدا امام زمان علیه السلام آشکار میکنه که واقعا ما الان تو چه صحنه ای هستیم. یه نکته من به فرمایش شما اضافه بکنم، به تعبیر اینی که اهل بینش اون زمان، یعنی بینش به معنی که دیده شده، دیدن آقا رسول الله چگونه با حسین ابن علی علیه السلام رفتار میکرد، ولی الان در صحنه کربلا اونگونه به فرمایش شما و حالا تاریخ، برای تقرب به خدا، به
کشتن حسین ابن علی علیه السلام پرداخته بودن نتیجه تبلیغاته. ما خیلی باید دقت بکنیم در فکر و ایدمون که هر چیزی رو از هر کسی نگیریم. بله خیلی ها کلمت و حق نیاراد و بل باطل خیلی زیبا صحبت میکنن، خیلی خوشگل، ولی که نگاه میکنید ته کلامشون جایی دیگه سردر میاره. اینو من موسوی و تمام دوستان خاصتا توی رنج سنی ما خیلی باید دقت بیشتری بکنن. هر کی هر حرف قشنگی به حسب ظاهر به حق نزدیک زد رو زود نگیم آقا این کلام اوکیه. به قول قدیم و روایات میفرماد اول مطابق کنید با روایات و قرآن، اگر از اون جنس بود بپذیرید، اگر نه بکوبید به دیوار. این تبلیغات خیلی انسان رو گول میزنه. همین تبلیغات ظاهر رو بگیریم حالا بریم اشرافش بدیم تو مقوله‌های دینیمون. حالا اجازه بدیم برای ورود به این بحث یه مقدمه نیازه، اونم بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام. ما تو منظومه وحیانی اهل بیت ترغیب به علم زیاد شده. اما چه علمی؟ ما تا امروز بحث علم میکنیم، خب علم روز رو میگیم، بله پزشکی و مهندسی، بله اینجور چیزا، این هم علمه. اما اون علمی که مایه سعادت بشره و به تعبیری برای سعادت و تکامل و برای رسیدن غایت آفرینش انسان که بندگی هست و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، کدوم علم منو به سرمنزل سعادت میرسونه؟ کدوم علمی که من رو به اون نتیجه میرساند که من با هدف و غایت آفرینش من میتونم همسو باشم؟ چه علمیه؟ یه روایتی است مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی شریف بیان کردن و اون روایت اینه از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. حضرت می فرماید وجدت علم الناس کله فی اربع، اون علمی که به درد بشر میخوره در چهار چیزه. در چهار چیزه یعنی چی؟ یعنی اون علمی که حتی شب اول قبرم به درد من میخوره. ناس عمومیت داره دیگه. بله انناسه، بله انناس، تخصصی نمیزن بگیم آقا به درد ما میخوره، بله. درد یه گروه نمیخوره، نه. بعد جالب اصلا اینجا اصلا بحث ایمان و اسلام مطرح نشده. آره ناس کلیت بله نفرمودن وجد تو علمی که برای مسلمان ها یا اهل ایمان نیازه، لذا واقعا جای تدبر داره. حضرت فرمودن اولها ان تعرف ربک، خدا تو بشناسی خالقت کیه، چجوری، از ناحیه چه کسی؟ حالا اینجا بحث معرفت پروردگار متعال از چه کسی بگیریم که بازم تو پرانتز ضرورت میبینم با توجه به این تبلیغات ضد دینی و ضد اعتقاد اهل بیت علیهم السلام، بینندگان محترم کاری بکنیم که اعتقاداتمونو فقط و فقط منحصرا از ثقلین بگیریم. احسنت. همون شخصیت والایی که هدایت بشر رو به عهده گرفت، آقا رسول خاتم صلی الله علیه و سلم فرمودن تمام اساره هدایت در دو چیزه، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا. با لن اصلا زلالتی نیست تمسک، تاکیدم فرمود. بعد جالب اینجاست که ما برای خداشناسی بعد سراغ نمایندگان خدا بریم، نه عرفان‌های التقاطی، نه این طرف و اون طرف. من وقتی یه محصولی رو از یک کارخانه و برند خاصی تهیه می‌کنم، برای توضیح و حتی استفاده و کیفیت و نوع استفاده از این محصول سراغ نمایندگیش میرم، جای دیگه مراجعه نمی‌کنم. یا اینکه حتی اگر نیاز به تعمیر داشتم، نیاز به اصلاح یک سری شبهه و سوالی در ذهن من نسبت به این محصول باشه، بازم مراجعه به نمایندگی می‌کنم. چطور میشه که بالاترین کالا در میان بشریت بحث معرفت الله، من به سراغ نمایندگان غیر خدایی برم، سراغ نمایندگان شیطان برم؟ مسلما به قهقرا میریم و نابودی دیگه. همینطوره. اولها ان تعرف ربک، خدا تو بشناسیم. حضرت فرمودن دوم اینه که ثانی ها ان تعرف ما صنع بک، خدا با تو چه کرده، چه نعمتهایی به تو عنایت کرده، نعمتهایی که هم نعمتهای انفسی درون تو، هم نعمتهای آفاقی بیرون از وجود تو اما برای تو آفریده شده، که بازم این شناخت این نعمتها
چند تا خاصیت داره. یکی از خاصیتاش اینه که تو رو رهنمون میکنه به پروردگار متعال. همون برهان نظمی که به تعبیر آقا علی ابن موسر رضا فرمودن بهترین راه برای خداشناسی این که استدلال بکنی به نعمتهای خدا، جای دیگه نری، دنبال ذات خدا نه، همین نعمتها رو ببین، نعمتهای آفاق و انفاس رو به تعبیر استادمون نگاه بکن به ناخونت، ببین این ناخونی که این سلولهای بسیار سخت رو داره از کجا داره در میاد، کی کار کرده. نگاه بکن به زبانت، این زبانی که یک تکه گوشته اما طعمهای مختلف رو میفهمی، این طعمهای مختلفی که اگر متوجه نشیم اصلا دیگه غذا لذتی برای من شما نداره. و یکی از نعمتها و لذتهای دنیا به چشیدن طعمهای مختلفه. حالا بیان کردن 9000 پرز چشایی فقط رو زبان انسان، چه خبره. الان اینایی که از این بیماری رنج میبرن یکی از علایمش همینه دیگه، نه طعم میفهمه نه بو، و چقدر مثلا اذیت میشه توی این فاصله زمانی درمانی خودش. همینطوره. پس ما سن ابک این که معرفت به اون چیزی که خدای متعال برای تو مهیا کرده در اختیارت قرار داده، نعمت شناسیه. سوم حضرت فرمود و ثالثها ان تعرف ما اراد منک، اون چیزی که خدا از تو اراده کرده میخواد، وظیفت چیه. الان ببینیم ما وقتی که یک کارگری رو جذبش میکنیم، یه شخصی رو که بیاد در یک مؤسسه ای، در یک کارخانه ای، حتی تو خونه برای ما کار بکنه، به محض ورود اول سوالش چیه؟ میگه وظیفم چیه؟ چی از من میخواد؟ کار بکنم. چطور میشه من بیام توی دنیا گتره و بیهوده عبث؟ پس باید یک کاری بکنم، وظیفتو بشناس. چهارمی که تمام این روایت رو به خاطر چهارمی عرض کردم و بحثمون از همین چهارم شروع میشه، حضرت فرمود رابعها ان تعرف اون چیزی که یخرجک من دینک، اون چیزی که باعث میشه تو از دینت خارج بشی، همون زلالت ها به تعبیری، زلالت ها، همون بصیرت دینی. اون بصیرت دینی که ما میگیم مراد اینه که ما بشناسیم، فرقان داشته باشیم، بتوانیم یک تمایزی ما بین حق و باطل بدیم. یه روایت کوتاهی از امیرالمؤمنین که در عبارت های مختلف تکرار شده، حضرت فرمودن لکل شیء آفه، برای هر چیز آفتی است. تفسده هو، اون چیز رو فاسد میکنه. شما نگاه بکنید، یک باغبان نهالش آفت میزنه، یک کشاورز اون محصولی که در زمین میکارد آفت میزنه، انسان بیمار میشه، نوعی آفته. حتی در عدم صیانت، حالا علتشو عرض میکنم. بعد جالبه که مثلا حتی یک ماشین، یک کالا، یک محصول، اون چه که در اختیار داری، حتی لکل شیء آفه. بعد جالبه دینم آفت بخوره، اما تو ذهن موشه دین آفت نداره، آفتش از بیرونه یا توسط همون انسان ها واردش میشه. بله، بلکه بیرونه، به خودی خود، به خودی خود دین کاملا مسونه. بله، چون دین یک برنامه قوانینی است که پروردگار متعال در یک چارچوبی توسط حجج خودش برای ما بیان کنه، برای هدایت. اگه قرار باشه توش زلالتی باشه که دیگه دین نیست، به سر منزل سعادت ما رو نمیرسونه. بعد جالبه حضرت لکل شیء آفه. من دقتی که دوست دارم بینندگان داشته باشن نسبت به اینه که شما گاهی اوقات دیدین یک باغبان یک قیچی دستش میگیره، یه اره کوچیک دستش میگیره، وارد باغ میشه، شما در کنارش قدم میزنید، میبینید که یک سری شاخه هایی که حتی برگ سبز هم داره اینا رو میبره. اول سوال آقا اینه که زیباست، شاخه است، جان داره، حیات داره، میگه تو متوجه نیستی، اینا آفته. یا دور یک نهال یا یعنی یک گیاه پیچیده اومده بالا، قطعش میکنه، حیفت میاد، سبز زیبات، میگه این آفته. لذا باغبان کسی است که بتواند آفت شناس باشه، و الا محصول خوب تحویل نمیده. قطعا. ما به دنبال چه میکانیکی میریم؟ اون میکانیک که تشخیص بده آفت رو، یعنی نوع مشکل رو برای این خود رو. یا مثلا بهترین طبیب رو ما وقتی میخوام تعریف بکنیم میگیم بهترین طبیب کسی است که بتونه تشخیص بده بیماری رو، یعنی آفت شناس باشه. این همه تاکید بحث آفت میکنم، بحث سر اینه که برگردیم به اون سوال اصلی بحثمون که چه شد در کربلا،
عده‌ای مسلمان نما دینشون اونچنان آفت زده بود که کار به جایی رسید که صاحب دین خودشون رو کشتن. به تعبیر کارشون رسید به جایی که امام کش بشن. بسیار عالی. همینجا نگه می‌داریم. یک فاصله ما میان برنامه عرفی داریم هر شب رأس ساعت 10 به جان امام زمانمون دعا می‌کنیم. انشاءالله که مؤثر در فرج باشد. دوستان خوب، این هر شب دستمون رو به درگاه خداوند منان بلند می‌کنیم و برای اون آقایی که همگان منتظر ظهور موعود هستیم دعا می‌خوانیم. اللهم عجل ولیک الفرج. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو می‌خوانیم به نام حضراتی که در این ایام مظلومیتشون برای مردم بیان میشه و مظلومتر از خود امام زمان در حال حاضر نداریم، چرا که حضرت رو به نام ترید و شرید میخوانیم. در بعضی از الفاظ این گونه حضرت رو، کسی که دور شده و فرار کرده به تعبیری، حالا از بین مردم رخت بربسته بنا به وصیت پدر بزرگوارشون، که فرج امام زمانمون رو نزدیک کنه و ما یتیمان این دوران رو به پدر مهربان رؤوفش برساند. اگر خیر و سعادتی برای ما در این دنیا باشه، در حرکتی است که برای حجت خدا و امام وقتمون انجام میدیم و تمام این مباحث و گفتمانهایی که در شبهای گذشته بوده و یا انشاءالله در آینده خواهد بود، به این نیت هست که یک قدم نزدیک بشیم به امام وقتمون و به تبع به شناخت و معرفت او دست پیدا بکنیم و انشاءالله بتوانیم در رکاب و در جوار حضرتش باشیم. این معرفت، شناخت که این همه تأکید میکنه بر اینه که اگر ما شناخت و معرفت کامل و دانسته های ما نسبت به امام و حجت خدا کم باشه، همین نتیجه میشه که در دقایق قبل حضرت آقای سبزواری فرمودن، کار به جایی میرسه که جلوی امام وقتشون می ایستن. با اینکه زیاد هم دیدن، اما چون عدم معرفت کار رو اینجا میکشه. حالا دلایل مختلف دیگری رو هم داره، ولی من و شما یکی از وظایفی که داریم اینه که دنبال شناخت امام زمانمون بگردیم. این همه کتب و ادعیه به ما این دستور رو داره میده. حضرت آقای سبزواری باز در خدمت شما هستیم. خدا حفظتون کنه. قربون شما. نسبت به ادامه بحثمون، با توجه به این که عرض کردیم برای هر چیزی آفته و با توجه به این بیس بحث، میخوام بپردازیم، یه واکاوی بکنیم تاریخ 14 قرن پیش رو و 50 سال بعد از پیغمبر رو. اینو یه تکرار میکنیم که با گذشت 50 سال میخوام ببینیم چرا اینقدر تغییر و تحول که کار به جایی برسه که دین رو بخوان مزمحل بکنن و از بین ببرن و به آرزوهای خام خودشون برسن. همینطور که معاویه بن ابی سفیان گفت دفنن دفنا، میخوام دفن کنم. خب ما میدونیم پشت پرده نور الهی هستن اهل بیت علیهم السلام، هیچگاه نورشون خاموش نمیشود. اما بحث سر عمل کرده اونهاست و با توجه به این درسی که قرار ما از تاریخ بگیریم، نقش ما نسبت به و عمل کرده ما نسبت به حجت خدا امام زمان علیه السلام چیست؟ با توجه به وقتی که داریم، اجازه بدیم به چند عامل اشاره بکنیم. بسیار. لذا بیاییم مقایسه بکنیم لشکر عمر سعد رو و اصحاب سید الشهدا علیه السلام رو. اولا باز خدمتون عرض بکنم، تفاوت زمین تا آسمان اصلا قابل قیاس نیست. خیلی از ماها دوست داریم اسممون در کنار اسم یه بزرگی برده بشه. خیلی همون دوست داریم وقتی که نام امام زمانم میاد، نام منم برده بشه. اما ببینین انصار ابی عبدالله الحسین کار به کجا رسیده که تو زیارت عاشورا با این همه تأکیدات اهل بیت، وقتی که آخرش سلام میخواییم بدیم، چه سلام میدیم؟ السلام علیک یا ابا عبدالله و علل ارواح التي حلت بفنائک. آخر فراز همین قطعه باز دوباره میگیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یعنی 100 تا سلام به امام حسین میدی، شما 100 تا سلام باید به اصحاب علی عبدالله. چه شرافتی از این بالاتر. یا نکته دیگه باز عرض بکنم، یه مقدار میخوام
این وضعیت الان اصحاب امام حسین در درگاه پروردگار متعال معلوم بشه که قرار ما هم میگیم یا لیتنا کننا معکم، میخوام به این مقام برسیم. بله. ما هم بشیم حور، ما هم بشیم زهر. اگر تو عثمانی مذهب بود اما تغییر روش داد، تغییر من پس میشه تغییر. اصلا دستگاه امام حسین و این افرادی که در محضر حضرت بودن با ایده های مختلفی بودن و تمام این از هر کدوم میشه یک الگو برداری کرد. ما وقتی که زیارت مسجع شریف اصحاب ابی عبدالله الحسین وقتی شرفیاب میشیم که خداوند و قسم میدیم با برطرف شدن این موانع و این بیماری فراگیر انشالله این راه باز بشه انشالله و همت مسئولین بزرگوارمون انشالله اونجا انشالله. قدم رنجه بشه و عرض ادب بکنیم. وقتی که در کنار قبور مطهر اصحاب ابی عبدالله عرضه میداریم چجوری سلام میکنیم؟ بگیم السلام علیکم یا انصار الله، انصار الله، یا انصار رسول الله، یا انصار امیر المؤمنین، یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی المجتبی، یا انصار ابی عبدالله. خیلی جالبه جناب آقای موسوی، نه امام و نه حجت خدا بعد از قضیه عاشورا همه اومدن در کنار مسجد این اصحاب همه سلام کردن. دوست نداریم امام زمان بیاد سر قبرمون. چه لذتی بالاتر از این، لذتی از این بالاتر از این. وقتی که ما میشنویم مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه 413 متوفاست، این بزرگان وقتی که از دار دنیا میرن، این شخصیت والا که بود و چه کرد که ابن حجر عسقلانی متعصب میگه خدای متعال به جامعه اهل سنت به واسطه مرگ شیخ مفید منت گذاشت. الله اکبر. خار در چشم دشمن بوده دیگه. یا وقتی بزرگوار از دار دنیا میره 80,000 نفر شیعه و سنی زیر تابوت او رو میگیرن و خیلی جالبه وقتی که ایشون فوت میکنه فردای اون روز مشاهده میکنن که بر روی قبر او دو بیت شعر نوشته شده: لا سوتن نائی به فقد که انهو یومون علا آل رسول عظیمو. کاش خبر مرگ تو نمیرسید، کاش خبر مرگ تو پخش نمیشد و منتشر نمیشد، در حالی که روز رحلت تو روز مصیبت برای کل اهل بیته. کیا بودن؟ آقا. پس میشه ما ناصر باشیم؟ پس بیم تفاوت این دو دیدگاه رو ببینیم، تفاوت این دو گروهی که در مقابل همدیگه به مسافه یکدیگر رفتن، ببینیم چه تفاوتی داشتن. هر دو در زیر پرچم اشهد ان لا اله الا الله هستن، اما تفاوت کجاست؟ نکنه این نمایش باشه حقیقت و حقیقت رو ببینیم. بله. اون قدرت فرقان و تمایز و تمییز رو واقعا از خداوند متعال بخواهیم. اولین نکته ای که واقعا میشه بهش اشاره کرد اینه که در میان اصحاب و لشکریان عمر سعد و ابن زیاد و این 30,000 لشکری که بودن، توجهی به هدف از آفرینش و خودشون که همون بندگی و عبودیت بود اینها نداشتند. نفهمیدن برای چی اومدن. فکر کردن دنیا تمام اموراتشون قرار تو همین دنیا تمام بشه. غافل بودن از این قنطره و این پل که این پله، قرار از این دنیا گذر کنن. به تعبیری تمام کارهایی که میکردن و عمل کردی که داشتن هدفشون دنیا بود، در حالی که دنیا نباید هدف قرار بگیره. دنیا ابزاره، دنیا برای ممره و محل گذشتنه. هم. از این دنیا استفاده بکنم که به آخرت برسم، پلیس برای عبور به یک مرحله بعدی، به قیامت. اما لشکر ابی عبدالله و اصحاب سید الشهدا چی؟ اونها هدفشون دنیا نبود، اونها میخواستن به حجت خدا برسن. تلاش های دنیوی اینها دنیا محورانه بود، اما اینها حجت محور بود، امام محور بودن. اصلا غیر قابل مقایسه است. همین یک نکته، قابل قیاس نیست. اجازه بده یک گزاره تاریخی بگم کاملا بحث رو باز میکنه که افرادی هستن هدفشون دنیاست، قرار دنیاش تأمین بشه، شکمش سیر بشه، شهوت مقام داره. جالبم از خدا بهشون میده ها. بله، امتحان دیگه. آره دیگه، متنعم میکنه از این چیزی که خداوند در سوره بقره بیان میکنه که یکی از آزمون‌ها و ابزار آزمون و امتحان و فتنه امواله، مال دنیاست و زرق و برق دنیاست. جالبه اینها کسانی بودند که
قرار بود دنیاشون تعمیر بشه، شکمشون سی بشه، کاری نداشتن. حالا میخواد زیر پرچم امام حسین باشه، زیر پرچم ابن زیاد بشه. خیلی تعجب میکنم، عرض کردم ابتداء بحثم که واقعا کربلا سرزمین شگفتی هاست. عراقی که مظهر و معدن خرماست، این همه نخلستان داره، باورتون میشه به خاطر یه سبد خرما اومدن تو سیاهی لشکر اومدن صد شرکت کردن؟ داره که برای دو سه مش جو برای استرشون آمدن بعضن. خیلی عجیبه ها، واقعا درس برای ما اینا صرفا فقط برای تاریخ نگاه کردن تاریخ نباشه، درس بگیریم. الان امروز هم واقعا ما به بازارمون، اقتصادمون نگاه میکنیم، عملکرد خودمون تو زندگی، برای رسیدن یک جنس، برای رسیدن یک کالای دنیوی که چه بسا ارزش هم نداشته باشه، چقدر دروغ میگیم، چقدر خودمون رو از حجت خدا به فاصله میاندازیم. اینا همه درسه. این گزاره‌ای که میخواستم گزاره تاریخی عرض بکنم این بود که احنف ابن قیس از شاگردان امیر مؤمنان علی علیه السلامه، از اصحاب حضرته، از اصحابی است که زبانش به سان شمشیره. خب رابطه بود ما بین شام و کوفه، مقر معاویه شامه. احنف روزی حرکت میکنه به دربار معاویه میاد و معاویه وقتی که متوجه میشه از او پذیرایی میکنه. وقتی که در دربار معاویه رسید، معاویه شروع کرد به سرزنش کردن و توبیخ کردن مولای احنف ابن قیس امیر مؤمنان علی علیه السلام که شما کسانی بودید، مولات کسی بوده که در جنگ جمل در مقابل ام المؤمنین ایستادین، شتر رو پی کردین، شما کسانی بودین که به قول معروف خلیفه کشی راه انداختین. احنفم که زبانی فقط در فم و دهان نداره، به سان شمشیره، گویا شمشیری در باز، شروع کرد یکا یک جواب معاویه رو داد. معاویه دید نه، نمیشه. از درب تطمیع اومد جلو، دستور داد که 50,000 درهم برای احنف ابن قیس بیارن. یه شخصی بود در اونجا که از ایادی خود معاویه بود، از این بادمجون دور قابچینه معاویه بود. او یه نگاهی کرد به معاویه، گفت معاویه دشمنته، دوستدار علیه، براش 50,000 رو بردیم، حق ما چی میشه؟ گفت برای اینم بیارین. 30,000 برای اینو بردن. وقتی که تفاوت رو دید اعتراض کرد، گفت ما سینه چاکیم، یه عمری تو دربار تو هستیم، 30,000 تا به اون 50,000 تا. معاویه یه جمله ای گفت خیلی جالبه و اسم این شخص خبات ابن یزید بوده. معاویه یه جمله ای گفت، گفت انی اشتریت بها دینه، من میخواستم با این پول دینشو بخرم، خواستم دینشو با این پول بخرم. حالا من تقاضا میکنم تمام بینندگان دقت به این جمله بکنن که کل داستان رو برای جمله خبات گفتم که وقتی 30,000 بهش رسید و معاویه گفت من میخواستم با او 50,000 دین او رو بخرم، گفت تشتری منی ایزن دینی، بیا دین منم بخر. خیلی براش مهم، بیا دین منم بخر. اصلا دین هدف نیست، هدف چی شد؟ تأمین دنیا، تأمین دنیا. همینه که ما اگر که به یک نگاه خاصی به زندگیمون رو بنا بگذاریم، اون وقت اون نتیجه و محصول متفاوت خواهد بود. اون که دنیاییه، خب هیچی از معنویات نه نصیبش میشه و نه برداشتی رو داره ازش. اما اونی که معنویات بخواد سختی میکشه، ولی خب نتیجه‌ای که حاصل میشه چیز خوبی خواهد براش بود. همینطوره. این نکته رو باز قابل ذکر و ضرورت داره، بازم در لسان اهل بیت علیهم السلامه، ما همه اومدیم تو دنیا و بایدم در این دنیا بیایم. به تعبیر اهل بیت تجارت خانه است. برای کجا؟ سودش در آخرته، هدف اونجاست. یه نفری زمان امیرالمؤمنین داشت مذمت دنیا میگفت، ای دنیای چیه، ای دنیای چیه. امیرالمؤمنین شنیدن، حضرت فرمودن ایها الزامل دنیا، ای کسی که داره مذمت میکنی دنیا رو، دنیا متجر و عباد الله، محل تجارت خانه بندگان خداست، محل سجدگاه دوستان خداست. پس دنیا رو از چه زاویه نگاه کنم؟ دنیا رو از این زاویه نگاه کنم که مرا به خدا میرسه. این دنیا دنیای ممدوحه. خیلی خوبه. رضا اهل بیت فهمه از دنیا دنیا آن. ما دو تا دنیا داریم، یه دنیا ممدوحه و یک دنیا مذمومه. لذا ما حرفایی که میزنیم، بدی دنیا و مذمت دنیا، اون دنیایی میگه که ما را از اهل بیت جدا کنه. اون دنیایی که ما را از سید الشهدا
دور کنه. دنیایی که دست و پاگیر ما میشه. احسن. اجازه پیشرفت بلد. تو معنویات مثلا حالا بلا ثروت بخوایم، دنیا بخوایم، اما در راه اهل بیت، در راه رسیدن به خلق، به خلق پروردگار متعال، رسیدگی به مردم چقدر زیباست. افرادی هستن الان اونقدر ثروت‌های انبوه دارن، اما این ثروت‌های انبوه رو در راه نیست. بهینه دارن مصرف میکنن. بعضن بله بله از اون طرف مقابلش هستن که فقط پول‌ها بلوکه شده در بانک‌ها و در این طرف و اون طرف، هیچ سودی هم عائدشون نمیشه. نمونش چیه؟ نمونش عمر سعده. ما بارهای داستان رو شنیدیم، اما بیایم از این زاویه نگاه کنیم. یک گزاره مفصلی رو مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در 44 بهارالانوار ذکر میکنن که عمر سعد وقتی که بحث واگذاری کشتن و قتل ابی عبدالله الحسین بهش واگذار شد، اصلا ما تو مبهوت مون که من بیام دست به چنین جنایتی بزنم. لذا از ابن زیاد یه شب وقت گرفت، یک شب وقت گرفت، اجازه بده فکر بکنم، با دیگران مشورت کنم. رفت با هر کسی مشورت، بهش مشورت ندادن. کنه این چیز واضحه، مشورت نداره. اصلا تو از گوینده این پیشنهاد متوجه بشی. خیلی جالبه. بعد شخصی بود مرحوم علامه مجلسی میفهمید به نام کامل، که واقعا از جهت عقل و درایت کامل بوده. وقتی یه نگاهی به صورت عمر سعد دید، گفت چیه مشوشی؟ چی شده؟ قضیه رو گفت. گفت ابن زیاد با 1000 نفر اسب سوار من رو موظف کرده که برم برای کشتن فرزند و نوه پیغمبر خدا. گفت واقعا میخوایی کار رو بکنی؟ گفت چه کار کنم؟ ملک ری من مخیر کرده ما بین کشتن حسین علیه السلام و ملک ری. گفت دست به این کار نزنی. گفت عمر سعد داستانی میخوام بهت بگم، ببینی حجت برش تمام شده. مرحوم علامه نقل کرده، گفت داستانی ما خیلی خلاصه عرض بکنم وقت گرفته نشه، که همراه با پدر سعد بن ابی وقاص در یک مسیری بودیم میرفتیم. من از کاروان فاصله گرفتم و دیگه دسترسی به کاروان نداشتم، گم شدم به تعبیری و بسیار گرسنه و تشنه شدم. همینطور که تو بیابان میگشتم به دیر راهب رسیدم، رفتم در به دیر راهب رو کوبیدم، راهب پشت در اومد، در با مقداری باز کرد، گفت کیستی؟ گفتم تشنه هستم. گفت از چه امتی هستی؟ گفتم از امت مرحومه هستم، مراد امت اسلام. گفت چه امت مرحومه ای که اینا قرار فرزند و نوه پیغمبر خودشون رو بکشن؟ اون چیزی که در صورت تو دارم میبینم یه آشنایی داری با قاتل اون، با قاتل اون. گفتم معاذ الله. گفت اما دارم به تو میگم که اگر این کار اتفاق بیفته، روزهای متمادی آسمان خون گریه میکند و این شخص رو خداوند متعال نمیبخشد. بر حذر باش که تو اون شخص باشی. گفت درب و بست و اصلا یه قطره آبم به من نداد. گفت برگشتم و یه مقدار راه رفتم، کاروان رو پیدا کردم. سعد بن ابی وقاص پدر تو رو دیدم. گفت چه شد؟ کجا بودی؟ قضیه رو گفتم که همچه دیر راهبید و گفتگوی خودمون رو مطرح کردم. گفت راست میگی. گفتم از کجا میگی؟ گفت یک روزی دقیقا همین اتفاق برای من افتاد، به دیر راهب رسیدم، اونها بر اساس کتبی که داشتن همچه حرفی رو به من زد. گفت و من میترسم و به من گفت تو یک نسبتی با قاتل حسین داری. حالا اینا رو کی داره میگه؟ کامل. کاملی که هم خود پدر هم خود کامل داره به عمر سعد میگه. عمر سعدی که همون شب مخیره یکی رو انتخاب بکنه، سید الشهدا رو تا برسه به فرجامش به بهش، یا از اون طرف ملک ره که معلوم نیست برسه یا نرسه. فردای اون روز رفت جواب مثبت به ابن زیاد داد، دیگه حجت برش تمام نشده. بعد شما نگاه کنید، روز عاشورا وجود مقدس سید الشهدا، عمامه و دستار رسول خدا رو به سر گذاشتن، عبای پیغمبر بردوش، سوار بر شتر شدن، یعنی قصد جنگ ندارن. در محضر شاهزاده شون حضرت علی اکبر اومدن وسط میدان، عمر سعد رو صدا زدن، گفتن عمر سعد با تو حرف دارم، با تو گفتگو دارم. عمر سعد هم همراه با کسی دیگه اومد وسط میدان. حالا همه مات و مبهوت که این دو نفر که دو تا فرماندن میخوان با هم دیگه چه گفتگویی کنن. حضرت فرمودن عمر سعد تو که میدانی من فرزند رسول خدا؟ گفت بله که میدانم. بارها قضیه رو شنیدیم دیگه. حضرت فرمودن چرا میخوای کارو بکنی؟ گفت آقا ملک ری. حضرت فرمودن این دست از این کار بردار.
و آتش و غضب پروردگار متعال رو به خاطر دنیا برای خودت نخر، من دنیا تو تأمین میکنم، باغ وسیع و گسترده در مدینه من به تو میدم. گفت آقا نمیتونم از ملک ری دست بردارم. حضرت فرمود تو که میدونی من صادقم، راستگو هستم، اگر به تو بگویم که به ملک ری نمیرسی چه کار میکنی؟ استهزا کرد حجت خدا رو، مسخره کرد، گفت اگر به گندم ری نرسم به جو ری میرسم. حضرت فرمودن میبینم در آینده نزدیک، در آینده نزدیک سرت رو در بستر و در رخت خوابت از بدنت جدا میکنم، از بدنت جدا میکنم. ببین وقتی دنیا میشه ملاک دیگه چشم و گوش کر و کور خواهد شد، همین رو داریم میگیم، کلام مستقیم حضرت رو دیگه دریافت نمیکنه، دیگه حجت خدا از این تأثیر گذارده، نفس معصومانه حجت خدا در روان مسیحی میخوره او رو برمیگردونه و شهید میشود در مسیر اهل بیت، ولیکن او که سالیانی شاید به تعبیر همبازی امام حسین هم بوده یا حالا در جوار این خانواده هم بازی میکرده و میزیسته، ولی چون هدف تغییر میکنه سر از یک جای دیگه در میاره. پس جالب اینجاست که تا سال 66 ملاحظه بکنید تاریخ رو، 61 عاشورا اتفاق بله. افتاده تا 66 که ابن زیاد هی سر میدوون عمر سعد رو و آخرش هم به ملک ری نرسید. و همینطور که حضرتان توسط مختار و ایادی مختار تو رخت خواب سرش از بدنش جدا کردن. پس بیاییم هدفمون رو دنیا قرار ندیم، هدفمون رو حجت خدا قرار بدیم. اگر دنیا در محضر حجت خدا بود این دنیا ممدوحه، اگر نبود به تعبیر عامیانه من پایمون رو پوست خربزه است، سر میخوریم به طرف ضلالت گمراهی و دره های مهالکی که دیگه برگشتش گاهی اوقات دیگه واقعا عملی نیست. نقل که از جناب حضرت موسی علی نبی و علیه و السلام شمون فرمودن که من هیچ کار مباهی هم در زندگیم انجام ندادم، اگر راهی رفتم که حالا حرکتش مباهه یا کلامی یا خورد و خوراکی، همه رو در هدف و در مسیر الهی قرار دادم، اون وقت تازه اینها شکل خوبتری هم به خودش گرفت. دنیا هم به همین ترتیب اگر در مسیر الهی باشه استفاده از هیچ اشکالی هم نداره، بفرمایید شما جزء ممدوحات قرار میگیره، ولی کن این باشه که ما دنیا بشود به قول قدیمی ها قبلمون، دیگه تمامه، دیگه هیچی نخواهیم در این دنیا داشته. و تمام کسایی که جلوی امام ایستادن همینه دیگه، معامله شون معامله دنیایی بود، ولی اونهایی که آخرتی بود اصلا دیگه جایگاه بهشتیشون رو هم بین دو انگشت حضرت ندیدن. فرمودن که عرض کردن که ببند آقا، بگو فردا شما کجایی ما کنارت باشیم. این تفاوت فاحشی که بین کسایی که یک دیدگاه الهی دارن و یا یک دیدگاه دنیوی دارن. بسیار خب، ما یه نتیجه از زبان شما بشنویم چند دقیقه پایان برنامه. نتیجه بحث اینه که ما برای رسیدن به حجت خدا، بلکه بالاتر برای رسیدن به غایت آفرینشمون که بندگی خداست، باید معرفت خدا داشته باشیم. معرفت خدا رو از نماینده خدا و حجت خدا باید کسب بکنیم. پس برای رسیدن به باب الله که اهل بیت عصمت و طهارت هستند، هدف رو باید ذوات مقدسه اهل بیت قرار داد، بسیار، نه دنیا. اگر هدف دنیا شد و تأمین دنیا، گاهی اوقات انسان سر میخوره، حتی گرفتار مال حرام هم، چون قرار دنیای من تأمین بشه. اما وقتی که برای رسیدن به حجت خدا باشه که او باب الله ما رو به خدا میرساند، حالا دنیا بود بود، نبودم نبود، میشویم اصحاب ابی عبدالله الحسین، اون آرزویی که هممون داریم، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، در حق هممون مستجاب میشه. و این فراز زیارت عاشورا که همه حفظیم، این فراز رو واقعا در قنوت‌ها سجده آخر همه وقت بخوانیم و برای همه هم این خواسته رو بخواهیم و آرزو کنیم. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. خیلی ممنون و متشکرم، خدا خیرتون بده. خدا حفظ. تشکر که امشب در خدمت شما بودیم، انشالله در شب‌های آتی هم محضر شما باشیم و کسب فیض بکنیم انشالله. آری، دنیا در عین اینکه در تعبیر کلام الله و در قرآن یکی از فتنه هاست و یا به تعبیری آفتی برای ما خواهد بود، ولیکن میتوان از همین دنیا به عنوان یک ابزار
رسیدن ما به خداوند متعال و حالا اون پله های ترقی انسانیت استفاده بکنیم، کما اینکه حضرات معصومین در عین سیر و سلوک معنوی که داشتند و میدانید که امام سجاد به تعبیری در این دنیا سید ساجدین شده است، آقا امیرالمومنین در همین دنیای مثالی من و شما اون عبادت های عظیمه رو داشته. البته دنیا هم خوشی داره هم تلخی، این رو توی پرانتز داشته باشیم، ولی می شود از همین دنیایی که فتنه است برای رسیدن به خداوند متعال هم بهره گرفت. یک مثال من بزنم و من هم خداحافظی بکنم از محضرتون. چاقو یک وسیله است که هم می تواند ما رو قاتل کنه و ما رو به دار مکافات بکشونه، و همین چاقو دقیقا همین عینیت حتی خودش میتوانه قربانی بکنه و ما رو صاحب ثواب قربانی روز عید قربان بکنه. مهم استفاده ما از این ابزاره. در دنیا هم همینطوره، مهم ما چگونه به این دنیا نگاه بکنیم و چگونه از او بهره های خودمون رو ببریم. براتون بهترین ها رو از خداوند متعال خواستارم. ممنون که تا این لحظه چشم بر این قاب شیشه ای دوختید و با ما همراه بودید. انشاءالله تا یک برنامه کافه پرسش دیگه در پناه حضرت حق باشین. راست این نکته رو هم بگم، بازپخش ها یک ساعت تغییر کرده، ساعت 10 صبح و ساعت 16 یعنی همون 4 بعد از ظهر می توانید برنامه رو بازپخشش رو ببینید. ضمن در همین اوقات PIP می کنن، یعنی تصویر رو در کنار تصویر، و مشایعه فلحال کشور عراق رو برای اینکه حالا هم دل ما یه مقدار با اون مجموعه همراه بشه و بلکه بسوز راهی باز بشه انشاءالله، چون این دل سوختن کارها خواهد کرد. در پناه حضرت حق باشید. یا علی مدد. آخر متشکرم. خدا نگهدار.